برای بحث بیشتر بر این موضوع جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه را به استودیوی کابل دعوت کرده ایم تا با ما معلومات بیشتر ارائه داره. آقای فیصل سلام و خوش آمدین. خب جنرال مکمستر گفته که رئیس جمهور ترامپ بعضی تصامیم مهمی را در مورد جنگ افغانستان اتخاذ کرده. آیا حکومت افغانستان تا حال در جریان گذاشته شده؟ آیا از این تصامیم آقای ترامپ شما آگاهی دارین؟ آقای مکماستر و بسیار موضوعات کلیدی اشاره کرده و دقیقا بحثای است که ما مطرح کرده بودیم. ما خواهانش بودیم که با پاکستان باید کار بیشتر شود تا از حمایت تروریسم دست بردارند. ما در کابل با آقای مکماستر ملاقاتای داشتیم، بحثای داشتیم و موضوعاتی که امروز شما میبینین یا میشنوین دقیقا بحثای بوده که ما امرایشان شریک ساختیم و به حیث یک پیشنهاد امرایشان مطرح کردیم. اما ای که در استراتژیشان چی میبرایه و دقیقا حصول این بحث ها چی میباشه یک بحث است که باید منتظرش باشه. خب چقدر خوشبین هستین که پاکستان در برابر فشار قصر سفید از حمایت طالبان دست بردار شود؟ آیا امکان این کار را میبینین؟ بدون شک که امریکا به حیث یک کشور تاثیرگذار در منطقه و در جهان شناخته شده و ما امید داریم که کارشان در این ناحیه نتیجه بده، چون تروریسمی که در پاکستان تغذیه میشه، در پاکستان حمایت میشه، تروریسمی است که نه تنها بر افغانستان بلکه بر منطقه و جهان یک خطر است و ضرورت است که به این خطر ما بپردازیم، به این خطر مبارزه شود و این خطر از بین برده شود. اگر از آدرس امریکا شود بهتر است، اگر از آدرس جهانیان میشه هنوز بهتر است و ضرورت است که همه ما مشترکاً بر ضد این خطر مبارزه کنیم. در صورتی که پاکستان به این هشدار امریکا اعتنایی نکنه و به حمایت طالبان ادامه بده، به نظر شما رئیس جمهور ترامپ چه گزینه های دیگه در اختیار خود داشت تا در مقابل پاکستان به کار ببره؟ خوبه که چه گزینه های در اختیار دارن امریکایی ها و خود حکومت امریکا بهتر میفهمن، اما ما طرفدار استفاده از هر گزینه‌ای هستیم که او کمک میکنه که بالاخره تروریسم محو شود. ما به این باور هستیم که هیچ گزینه‌ای نباید دریغ شود تا بالاخره تروریسم از بین برده شود. اگر پاکستان در این بخش بازم همکار صادق نمی باشه، ما نمیتونیم که در این بخش نتیجه بگیریم. اما ضرورت است که هر گزینه‌ای که ما را کمک میکنه که بالاخره به هدف نهایی خود که محو تروریسم است رسیدگی کنیم، باید به او گزینه‌ها پرداخته شود و از اونها کار گرفته شود. خب تأخیر در اعلام استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان چه تأثیری بر اوضاع افغانستان و منطقه گذاشته و آیا شما از بابت تأخیر اعلام استراتژی به تشویش هستین یا خیر؟ ما بحث‌های بسیار مثمری با شریک آمریکایی خود داشتیم و از این ناحیه مطمئن هستیم که در استراتژی هر چیزی که و هر وقتی که اعلام میشه دقیقا بحثایی می باشه که ما خواستارش بودیم. اگر زودتر اعلان شود بهتر است، ولی باز هم یک بحث است که مربوط حکومت امریکا میشه و اینا بهتر می دانند که چی وقت ای را اعلان کنند. اما ما توقع داریم بحثایی که ما داشتیم، پیشنهاداتی که ما به امریکا یا کردیم، اونو پیشنهادات را در این استراتژی جای داده باشند. خب چند پیش گزارش به نشر رسید که گویا رئیس جمهور ترامپ از کارکرد جنرال نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خوشنود نیست. حکومت افغانستان کار جنرال نیکلسن را چگونه ارزیابی میکنه؟ خب یک بحثی است که مربوط به سیاست های داخلی آمریکا میشه، اما ولی فرمانده ولی جنرال نیکلسن در افغانستان وظیفه اجرا میکنه و حکومت افغانستان با او کار میکند. طبعا شیوه کارکردش مربوط از این میشه که شما یک برداشت از او داشته باشین؟ بله، تصمیم در مورد تغییرشان یک بحث است که مربوط خود حکومت امریکا میشه، اما بدون شک کاری که نیروهای امنیتی افغانستان با اینا مشترکن و مشخصا مقامات دفاعی و امنیتی افغانستان با اینا انجام دادن کارشان فوق العاده خوب بوده و کار مشترکشان به افغانا نتایج خوبی هم در ساحات مختلف داشته. مشخصا زمانی که ما نیازمند همکاری نیروهای خارجی مشخصا نیروهای امریکایی بودیم، اینا همیشه همکار بودن
شدن و به حیث یک همکار خوب به نیروهای امنیتی افغانستان مشترکاً کار کردند. خب طبعا تا به حال استراتژی جدید آقای ترامپ در قبال افغانستان مشخص نشده، ولی اگر فرض کنیم که فیصله به این باشد تا تعداد هزاران نیروی جدید امریکایی به افغانستان فرستاده شود تا در جبهات در مقابل طالبان بجنگند، شما از این گونه اقدام استقبال خواهید کرد یا خیر؟ ماموریت جنگی خارجی ها در افغانستان به پایان رسیده، این ماموریت 2014 به پایان رسید. اگر نیروهای بیشتری هم به افغانستان اعزام می شوند، اینا در بخش های آموزش، مشوره و حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان وارد عمل می شن. تمام ماموریت های جنگی مسئولیتش و قمانده‌ایش بر عهده یعنی شما این امکان را هرگز نمی‌بینید که دوباره نیروهای آمریکایی به جبهات برگردند در افغانستان؟ نیروهای امنیتی افغانستان در این بخش امتحان خود دادن، اینا پیروز بودن، جنگ کردن و از خاک خود دفاع کردن. اگر خارجی ها بازم به افغانستان بیشتر از امروز اعزام می شوند، اینا تنها در بخش های حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان عمل می کنند و اگر در جبهات جنگ کدام وقت مانع از مند همکاری خارجی ها می باشیم، تنها در بخش های هوایی است و این همکاری اگر ادامه پیدا کنه بهتر است. تشکر از سرشیف فوریتان آقای فیصل.